به نام خدا و با عرض سلام به مجموعه خبری امشب خوش آمدید. در آغاز سرخط چند خبر. نگرانی سفیر هند از نقش پاکستان در گزینش رهبری جدید طالبان. سفیر هند در کابل میگوید که پاکستان میخواهد شبکه حقانی را به رهبری طالبان برگزیند. آتش سوزی بزرگ در مندوی کابل. دکانداران میگویند در پی این آتش سوزی میلیون ها افغانی متضرر شدند. و متهم شدن رژیم اسرائیل به اعدام فراقانونی فلسطینیان در سرزمین های اشغالی. امروز شنبه 14 قوس سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 5 دسامبر سال 2015 میلادی. وسیم احمد ادیب هستم و این هم مشروع خبرها. حوالی ساعت 10 پیش از چاشت امروز یک سرای در مندوی کابل آتش گرفت. در این سرای مواد خوراکی و پوشاک ذخیره شده بود. دکانداران در مندوی کابل میگویند که با آتش گرفتن این سرای ده ها میلیون افغانی به آنان خساره وارد شده است. آنان اداره آتش نشانی را انتقاد می کنند و می گویند که ماموران این اداره برای مهار آتش سوزی دیر رسیده است. هنوز علت اساسی این رویداد معلوم نیست، اما این گونه رویدادها بیشتر از بی‌توجهی دکانداران و شهروندان در استفاده از وسایل گرم کن ناشی می شود. حفیظ الله سالنگی گزارش می دهد. اینجا مندوی کابل است. درست در امینجا آتش سوزی بزرگی که در مندوی کابل سابقه نداشته است رخ داده است. اینجا سرای چبلک فروشی مندوی کابل تومه آتش شده است و می سوزد. برای مهار این آتش سوزی آتش نشانی ناتوان مانده است، اما ماموران آتش نشانی در تلاش مهار هستند. دکانداران و شاهدان محل رویداد از دیر رسیدن ماموران آتش نشانی شکایت دارند و میگویند به علت دیر رسیدن آتش نشانی خسارات زیادی به مردم رسیده است. اکثریت این دکانداران شکایت از این دارند که آب وجود ندارد و اطفاها دیر به سایه رسیدند. دو ساعت شده که در دو نیم ساعت نمیشه، نه اطفاها میرسه نه دیگه کمی رسه، یک اطفاها رسیده او اید نیست، این قین قومی را خلاص نه داد نه اسکر را خشیش هست نه دیگه که زخشیش هست. چی وقت وقتی که آتش سوزی صورت گرفت زود اطفاها رسید؟ نه یک دو ساعت بود، یک نیم ساعت بود اینها از ترس رسیدن آتش به دکانهایشان اموال خود را انتقال می دهند و با گذشت هر دقیقه شوله های آتش بیشتر از گذشته زبانه می کشد. اداره آتش نشانی برای مهار آتش سوزی از آب دریای کابل استفاده می کند. از اینجا موترهای آتش نشانی آبگیری می کند و برای مهار آتش سوزی می روند. دکانداران خسارات انگفتی متحمل شدند، شکایت دارند و حکومت را متهم به کمکاری می کنند. آنان می گویند که باید برای مهار این گونه آتش سوزی ها حکومت از چرخ بال استفاده کند. هر نفر 3-4 لک دلار بعد سرمایه شخصی نمی جه، مردم تباه و برباد شده بدر، اطفایه او نداره، هر موتر بیدر میگه او مخلص شده پایپا را پایین که در رویست، بلیاد خدا بدر بگو الیکوپتر بطلبه. هلیکوپتر که بیامیش داد تو تون کرد دو پشت که چیره روی بکن بپرد مواده، چرا مواد دادی ولد مواد نیست، اتفاقی هم میرسه نه خراب شده اینجا زورم نمیکشه خراب شده. هنوز علت اصلی آتش سوزی مشخص نشده است. بازار مندوی از بزرگترین مراکز خرید و فروش مواد خوراکی و سایر اجناس در کابل است. هر روز هزاران نفر برای معاملات اقتصادی، کار و خرید به این بازار می. سال گذشته نیز یک آتش سوزی بزرگ در مندوی کابل به اثر شارتی برق به وجود آمده بود، باعث شد که دکانداران میلیون ها افغانی خسارت ببینند. پاکستان قصد دارد حقانی را رهبر طالبان معرفی کند. سفیر هند در کابل با بیان این مطلب گفته است نتیجه گفتگوهای پاکستان با طالبان این خواهد بود که شبکه حقانی به حیث رهبری طالبان به جامعه جهانی معرفی شود. با باور سفیر هند، حمله اخیر به جان ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان نشان داد که اختلافات میان طالبان بیش از آنچه تصور می شد جدی است. سفیر هند در کابل یادآور شده که هند نباید نسبت به اوضاع جاری بی‌تفاوت باشد.
چون پاکستان عملا در تلاش سفارایی جدید در صفوف طالبان است. سفیر هند هشدار داده است که اگر کشورش به زودی موضع روشنی در قبال اتفاقات خطرناک جاری اتخاذ نکند، این موضوع می تواند سیاست های پاکستان را به عنوان یک عملکرد مشروع در سطح جهان معرفی کند. در این حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان مذاکره با شبکه تروریستی حقانی را خیانت با مردم افغانستان عنوان می کنند و می گویند که نباید حکومت افغانستان با شبکه تروریستی حقانی وارد مذاکره شود. حفیظ الله سالنگی گزارش می دهد. هند همواره یکی از اهدافی بوده است که پاکستان برای تضعیف حکومت این کشور از تروریسم استفاده کرده است. از همین دلیل هند از سفارایی تروریستان در پاکستان نگرانی می کند. حمله بر رهبر گروه طالبان در پاکستان از سوی زیردستان شاخه مخالفش هند را سخت نگران کرده است. سفیر هند در کابل در گفتگو با یک روزنامه هندی گفته است که حمله اخیر به جان ملا منصور رهبر طالبان که منجر به زخمی شدن و شایعه کشته شدن وی شده است نشان می‌دهد که اختلاف میان طالبان بیش از آنچه تصور می‌شد جدی است. سفیر هند از رویداد زخم برداشتن رهبر طالبان این گونه نتیجه می‌گیرد که پاکستان قصد دارد به تدریج شبکه تروریستی حقانی را به رهبری طالبان برساند. پاکستان میخواهد رهبری طالبان را به شبکه حقانی بدهد. همکنون گفتگوها در این زمینه میان طالبان و پاکستان جریان دارد. پاکستان میخواهد شبکه تروریستی حقانی را به حیث رهبری طالبان و جامعه جهانی معرفی کند. این دیپلمات هندی این کار پاکستان را برای کشور بسیار نگران کننده میخواند و میگوید هند نباید نسبت به اوضاع جاری بی‌تفاوت باشد، چون پاکستان عملا در تلاش سفارای جدید در صفوف طالبان است. اگر هند به زودی موضوع روشنی در قبال اتفاقات خطرناک جاری اتخاذ نکند، این موضوع می تواند سیاست های پاکستان را به عنوان یک عملکرد مشروع در سطح جهان معرفی کند. پاکستان در شکل دادن طالبان و سوق دادن این گروه به افغانستان نقش مهمی داشته است. اما اکنون نیز پناهگاه های امن این گروه در پاکستان وجود دارد و عملیات تروریستی را برای طالبان آموزش می دهد. من فکر میکنم که کشته شدن ملا منصور یک جنجال میان خودشان نیست، ای از سوی استخبارات ها همچنان که تعیین شدن همچنان کشته شده یا از صحنه رفته. بس اساسی که در اینجا دقت بکنیم این است که گفته میشه که در این مذاکرات صلح که حالا دوباره آغاز شده، پاکستان میخواهد که گروه حقانی را در رأس این مذاکرات قرار بده و حکومت افغانستان وارد مذاکرات بسازه، که من فکر میکنم که مذاکره با یک گروه تروریستی که در لیست سیاه دنیا قرار داره به هیچ جای ما را نمیرسانه. قرار است نشست سران کشورهای روند قلب آسیا در زمینه مبارزه با تروریسم در 18 مای جاری خورشیدی در پاکستان برگزار شود. پیش از این وزارت خارجه کشور ابراز امیدواری کرده است که در این نشست پاکستان به تعهدات خود عمل کند. سرپرست شهرداری کابل به مجلس نمایندگان وعده می دهد که ظرف 5 روز آینده همه زباله ها از شهر کابل انتقال خواهند شد. شهرداری کابل از کمبود نیروی کار و اعمار بلند منزل ها از سوی زورمندان در نقاط مختلف شهر نگرانی دارند. در همین حال معاون اداره محیط زیست میپذیرد که این اداره در راستای پاک نگه داشتن محیط زیست کار اساسی انجام نداده و ناکام بوده است. شرح بیشتر از منیب شاهین. مجلس نمایندگان اعضای کمیسیون عالی محیط زیست را برای پاسخگویی در مورد افزایش کثافت در سطح شهر با آلودگی محیط زیست در شهر کابل و نشست عمومی امروز فرا خوانده بودند. اعضای مجلس افزایش زباله ها را در شهر کابل به سابقه می دانند و بر بیکاره بودن مسئولان شهرداری کابل تاکید میکنند. راه حل های شاروالی کابل برای بیرون رفت از وضعیت موجود که تقریبا تمام جاده های داخل شهر را زباله ها گرفته چی بوده و چی تدابیر پیش بینی می نمایند؟ واقعا این وضعیت که اینجا جریان داره در سر تا سر کابل، همین مسئولیت که بردوش گرفته، در صورتی که شاروالی از خود بودجه داره، پرسنل داره، خدمات داره، چرا این بی‌توجهی صورت میگیره؟ شما شاروال ندارین، آیا رئیس تنظیفات هم ندارین؟ و در این حال در سابق مقامات حکومتی بعضی از سرکار بندش میدادن، حالا همین کثافات را بندش داده. آمارها میرساند که روزانه 14,000 تن زباله در شهر کابل تولید میشود و شهرداری کابل روزانه 2,000 تن آن را انتقال داده میتواند. اما شهرداری این آمار را رد کرده و تاکید میکند که روزانه بیش از 4,000 تن کثافت از شهر کابل برداشته می شود.
سرپرست شهرداری کابل به مجلس نمایندگان وعده می دهد که در ظرف 5 روز آینده همه زباله ها از شهر کابل پاکاری خواهد شد. 57,000 تن کثافت ما باید برداریم. ما حشر تنظیفی را شروع کردیم، امیال در کل نواحی شما برین حشر روان هست و این را برای 1 هفته گفتیم حشر باشد. انشاءالله شما میخی متعقین باشین در ظرف 5 روز آینده تمام کثافات شهر برداشته میشه. کمبود تشکیلات از دیگر مشکلاتی است که شهردار کابل از آن شکایت دارد. مسئولان شهرداری کابل میگویند که از امار 50% بلند منزل ها در شهر کابل اطلاع ندارند و زورمندان بدون در نظر داشت قانون به امار ساختمان های بلند پرداختند. بلند منزل هایی که در شهر ساخته شده، ما یک سروی را که در سال 2 سال پیش انجام دادیم در ناحیه 2 و ناحیه 4 ناحیه 10 ساحات مرکزی شهر است. 48-50% بلند منزل ها از ما اجازه ساختمان نگرفتند، پیش ما نقشه های خود ناوردن. این شهر ما را شما میشناسین، کسایی که زور دارن، روابط دارن و اکثرا همین کار خود با حساب روابط خود پیش بردن. با این همه مسئولان در اداره عالی محیط زیست ضعف خود را از بهر آلوده شدن محیط زیست میپذیرند و تاکید میکنند که کمیسیون عالی محیط زیست خوب به مسئولیت هایشان عمل نکردند. به اساس فیصله شورای وزیران همی کمیسیون ایجاد شده. دوستای محترم، صادقانه اگر صحبت بکنم، به مو هدفی که کمیسیون ایجاد شده بود و به اساس صراحت مقرره کاهش جلوگیری از آلودگی هوا که همی صراحت داره که کمیسیون باید ایجاد شوه، غیر از 5-6 بزرگوار منصبایی که حضور دارند، دیگه ادارات به سطح موین، چون مقرره گفته که به سطح موین باید شما در جلسه شرکت بکنین، دیگه را تشریف نمی آوردن. یک مقدارم کاری که باید میشد نشد. در حال نمایندگان مجلس مسئولان شهرداری و اداره محیط زیست را به مجلس فراخوانده بود که شهر کابل بیش از 6 میلیون تن باشنده دارد و در منطقه یکی از آلوده ترین شهرها گفته شده است. طرح بودجه ملی سال مالی 95 ملی نه بل یک بودجه حکومتی است. مسئولان دیدبان شفافیت افغانستان با بیان این مطلب میگویند که اگر بودجه ملی می بود، نظر شهروندان در آن وجود می داشت. مسئولان دیدبان شفافیت با انتقاد از مرکزی بودن حالت بودجه تاکید می کنند که صلاحیت بودجه باید به ولایت ها انتقال داده شود. آنان همچنان میگویند با آنکه 40% بودجه در بخش امنیتی مصرف می شود، اما شفافیت در ارگان های امنیتی و دفاعی کشور وجود ندارد. در همین حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان طرح بودجه ملی سال مالی 95 را غیر متوازن نیز عنوان می کنند. شرح بیشتر از وثیق الله عظیمی. پس از طرح پیشنهادی بودجه از طرف وزارت مالیه به هر دو اتاق شورای ملی، حالا دیدبان شفافیت افغانستان در هماهنگی با شماری از نهادهای مدنی و اعضای مجلس نمایندگان اینجا گرد آمدند و طرح بودجه ملی سال 1395 را یک بودجه حکومتی عنوان میکنند. با گفته آنان در طرح بودجه سال آینده مالی نظر شهروندان و نهادهای مدنی گرفتن نشده است. آنان همچنان میگویند که حکومت با اعلام کردن ارقام عمومی بودجه شهروندان کشور را غافلگیر میکند و در مورد بودجه و تخصیص پروژه ها جزئیات نمیدهد. در غیر از او وزارت مالیه و به صورت کل حکومت افغانستان هماره تلاش کردند که ارقام کلی را بکنن و بعدا از اینا کس سوال هم نکنه که شما پلان را که داشتین در نقاط مختلف افغانستان که بودجه در نظر گرفته بودین، پروژه هایی که در نظر گرفته بودین، اون رو شما تطبیق نکردین. چرا تطبیق نکردین؟ بودجه سال مالی 1395 از دید شفافیت بسیار ضعیف است و نیاز داره که باید به صورت شفاف آماده شده و اصلاحات لازم وارد شود. مسئولان دیدبان شفافیت تاکید میکنند که باید بودجه از حالت مرکزی بودن خلاص شود و صلاحیت به ولایت ها داده شود. آنان همچنان میگویند که بانک 40% بودجه در بخش امنیتی مصرف می شود، اما شفافیت در ارگان های امنیتی و دفاعی کشور وجود ندارد. بر امسال سال 1395 کارهایی که باید صورت بگیره و مشکل بسیار جدی که وجود داره و میتونه این مشکل حل شود، این است که تخصیص ها باید بسیار واضح باشد. به سطح محل، به سطح ولسوالی، به سطح ولایت، به سطح هر سکتور باید واضح باشه که پول ها را اینا به کدام پروژه ها به کجاها مصرف میکنن، تا واقعا ما بدانیم که پول را که برای یک پروژه در یک منطقه مشخص در نظر گرفته شده بود، آیا او پول رسید اونجا یا نرسید، آیا او پروژه تطبیق شد یا نشد، تا یک حسابدهی اجتماعی بالاخره به میان بیاد. در همین حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که در بودجه سال مالی 1395 توازن در نظر گرفته نشده است. بودجه امشب سال آن مشکلات خود داشته و در شروع پارلمان خیلی مشکلات خود داشتند که آرستا سرسلاش نمیره، حتی این قطعه که سالانه ارزیابی میشن
دیده میشه که می فشارهای با وجودی که بسیار شاپالمان بسیار کارام و متخصص نباشن، اما یک اندازه فشاری که نه اون اصلاحات آمده میره، خوبتر شده میره. که ساختن یک جوی آب این مشکل ما را حل نمیتونه. بیان پروژه های ملی را ردیف کنیم، پروژه ملی را روشی فکر بکنیم. مثلا سرک حلقوی کابل برای ما شما بسیار مهم است. اگر شفاف می بود پروژه ها از سال 1383 داخل همین بودجه سال 95، از سال 83 تا حال 12 سال پر یک پروژه انتقال کرده. اگر شفافیت در کار می بود این پروژه به اتمام می رسید. این در حالی است که طرح بودجه یکی از جنجالی ترین موضوعاتی است که همساله بحث پیرامون آن در شورای ملی به درازا می کشد. خواسته ها این است که مسئولان محلی در مصرف بودجه دست باز داشته باشند. رئیس جمهور غنی پیش از این در دیدار با شماری از والیان وعده داده است که به آنان در امور ولایتی از جمله مصرف بودجه اختیاری بیشتر خواهد داد. وزارت احیا و انکشاف دهات 74 پروژه انکشافی به ارزش 229 میلیون افغانی را با شماری از شوراهای انکشافی به امضا رساند. وزیر احیا و انکشاف دهات میگوید که این پروژه ها در راستای ساخت دیوارهای استنادی، سربندها، سرک و پل و پلچک تطبیق می شود. با گفته وی با تطبیق این پروژه ها 80140 روزکاری برای بیش از 140 تن ایجاد خواهد شد. شرح بیشتر از حضرت محمدی بیغش. ساخت و ساز سرک های روستایی به منظور وصل سازی روستاها به کلانشهرها از اولویت وزارت انکشاف دهات گفته شده است. وزیر احیا و انکشاف دهات وصل سازی روستاها به شهر و نیز تطبیق پروژه های انکشافی در روستاها به منظور پیشرفت اقتصادی مناطق دوردست را از برنامه های می دانست که به او توجه می کند. به همین منظور وزارت احیا و انکشاف دهات به ادامه برنامه های ساحوی قرارداد 74 پروژه انکشافی با شماری از شوراهای انکشافی به امضا رساند. وزیر احیا و انکشاف دهات میگوید که هزینه این پروژه ها 229 میلیون افغانی است که از سوی بانک توسعه آسیایی و حکومت افغانستان تمویل می شود. سال مالی جاری 5192 پروژه انکشافی در 34 ولایت با هزینه 9.11 میلیارد افغانی عقد قرارداد کرده. همچنین تا سال جاری مالی وزارت احیا و انکشاف دهات و تعداد 12337 پروژه به ارزش 22.8 میلیارد افغانی در 34 ولایت کشور تکمیل و بهره برداری سپرده است. وزیر انکشاف دهات در همین حال تاکید میکند که با آغاز به کار کردن این پروژه ها بیش از 80000 روزی کاری برای 149000 تن ایجاد خواهد شد. دی پروژه پوپلی که دو سر به یو لکن نت سلوی اگزار و سو ناوی کسان ترین استفاده او کی او اتیازار و یو سلوی کاری ورزی و ایجاد کی. این پروژه ها در روستاهای دوردستی ولایات بلخ، سمنگان، بغلان، بدخشان، پنشیر، غور، بامیان، لغمان، تخار، لوگر، پکتیا، جوزجان، کنر، نورستان، وردک، دایکندی، کابل و سریپل را اندازی می شود. به گفته وزیر انکشاف دهات این پروژه ها در راستای ساخت و سازی دیوارهای استنادی، کانال های آبیاری، سربنده ها، سرک و پل و پلچک ها تطبیق می گردد که نقش اساسی در جلوگیری از سیلاب های ناشی از باران های شدید را ایفا خواهد کرد. در پروژه معمولا پا چلو رو کتگوری کنی استنادی دیوالو ندی، کانال و سربندی، سرک او پلو ندی. این در حالی است که با گفته وزیر احیا و انکشاف دهات این وزارت در نظر دارد تا برنامه کاریابی برای سال را در 12 ولایت که 39 ولسوالی را در بر میگیرد را اندازی کند. با گفته وزیر انکشاف دهات با آغاز به کار این برنامه 525 روزی کاری برای 210000 نفر در کوهتامدد ایجاد خواهد شد. از روز جهانی رضاکاران در کابل بزرگداشت شد. معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ که در این مراسم سخن می گفت از جوانان کشور می خواهد به جای فرار از وطن در کشور بمانند و برای آبادی کشور گام بردارند. وی همچنان با تقدیر از رضاکاران کشور بر پاکسازی شهر از وجود کثافت و ترویج فرهنگ رضاکاری تاکید کرد. در همین حال شماری از رضاکاران که در این برنامه شرکت داشتند روی پاک نگه داشتن شهر تاکید دارند و از تمامی شهروندان کشور میخواهند برای آبادی کشور تلاش کنند. امرالله احمدی گزارش میدهد.
از روز جهانی رضاکاران هم مثلا در بسیاری از کشورها بزرگداشت می شود. امسال نیز زیر شعار آیا شما برای تغییر آماده هستید در کابل بزرگداشت شد. در این مراسم که مینی امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ سخن می زد، از جوانان کشور می خواهد بجای فرار از وطن در کشور بمانند و برای آبادی کشور گام بردارند. آقا کسان چه آقا نور و هیوادونو تا پا کجکی لاروزی لاغوی نمغختن دادای چه تاسو پا افغانستان که پاتیشه افغانستان زوانانو تا ارتیالری باید زوانان پا خپل اومتو باندی دا افغانستان جوړ کی رزای چه اروپا تا نزو راشه چه افغانستان لکه اروپا داسی جوڑه کو. وی همچنان با تقدیر از رضاکاران کشور روی پاکسازی شهر و ترویج فرهنگ رضاکاری تاکید کرد. از شهروندان کشور خواست تا دست به دست هم داده در همکاری با حکومت برای صفای شهر تلاش کنند. او مونږ به په رضاکارانه ډول له شاروالۍ سره، له حکومت سره، په معارف کې، په صحت کې، همداشان په اردو کې، په نورو اړخونو کې رضاکارانه ډول باندې خدمت کوو. نن مونږ جهان ته اعلان کوو چې مونږ رضاکار یو، او د افغانستان ځوانانو نه مو هیله دا ده چې راشئ په رضاکار ډول د افغانستان د خلکو خدمت وکړئ. در همین حال شماری از رضاکاران که در این برنامه شرکت کرده بودند بر پاک نگه داشتن شهر تاکید دارند و از تمام شهروندان کشور میخواهند برای آبادی کشور تلاش کنند. آنان همچنان تاکید دارند که به جای دست دراز کردن به بیگانگان باید خود کفا شویم. میگه دست طمع که پیش کسان میکنی دراز، پل بسته ای که بگذری از عمر خیر. چرا ما دست خود دراز میکنیم پیش مردم؟ دست خود باید پر آبله بسازیم، پیشانی خود پر عرق بسازیم، پای خود پر خار بسازیم، وطن خود آباد کنیم، محتاج به بیگانه ها نشیم. ما میخوایم مثل شهرهای دیگه شهرمون پاک باشه و در ایام مردم امرای ما که کمک نکنه در غیر از او امکان نداره. هر کس باید در دان خانه خود، در کوچه خود هر کس کمک کنه که شهروالی که چون شهر پاک داشته مثل شهرهای دیگه و دنیا باره. از روز جهانی رضاکاران در حال تجلیل می شود که انتقادها از عدم توجه حکومت به پاکی شهر به ویژه شهر کابل وجود دارد. انتظار می رود با گسترش فرهنگ رضاکاری برخی از چالش های شهری حل شود، اما هنوز کمتری مردم حاضر به رضاکاری است. وزیر امور خارجه سویدن رژیم اسرائیل را به اعدام فراقانونی فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی متهم کرده است. ارگوت والستروم، وزیر امور خارجه سویدن، روز جمعه در پارلمان این کشور در پاسخ به اظهارات برخی از نمایندگان مبنی بر جانبداری وی از فلسطینی‌ها گفته است هیچ کس به دنبال حمایت از درگیری و خشونت نیست و او از حمله‌های فلسطینیان به اسرائیلی‌ها حمایت نمی‌کند. اما پاسخ نظامیان رژیم اسرائیل بر حمله های فلسطینیان کاملا نامناسب است. با گفته وزیر خارجه سویدن، پاسخ نظامیان رژیم اسرائیل به این حمله ها نوع اقدام فراقانونی است. وزیر امور خارجه سویدن در این رابطه سفیر رژیم اسرائیل در استکهلم را نیز احضار کرده است. در همین حال فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در بیت المقدس و رام الله همچنان از تشدید حملات نظامیان رژیم اسرائیل علیه فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی ابراز نگرانی کرده است. این در حال است که اتحادیه اروپا همچنین به سیاست شهرکسازی رژیم اسرائیل اعتراض کرده و رژیم تل‌آویو را به عدم پایبندی به تعهداتش در قبال فلسطینیان متهم کرده است. این بود مجموعه خبری 5:30 امشب که تقدیمتان گردید. از حضور و همراهیتان سپاسگزار. شب خوش، خدا نگهدار.